جنرال جان آلن بعد از ختم یک دوران 19 ماهه رهبری قوای ایالات متحده و ائتلاف در افغانستان این مسئولیت را طی مراسم رسمی امروز در کابل به یک جنرال دیگر آمریکایی به نام جوزف دنفورد سپرد. تفصیل بیشتر این موضوع را از آقای همایون شعیب خبرنگار تلویزیون آشنا میشنویم. آقای شعیب با سلام به شما، بفرمایید که مراسم چگونه گذشت و محتوای خطابه ها حاوی چه موضوعاتی بود؟ تشکر لینا جان، سلام برام. قبول کنین قسمی که شما گفتین مراسم خاصی که به خاطر انتقال قمانده از جنرال جان آلن به جنرال جوزف برگزار شده بود. این محافل البته به علاوه از اینکه نیروهای ISAF از 50 ملتی که در افغانستان حضور دارن، رهبران افغان، البته رهبران جهاد و همچنان وزرای کابینه افغانستان نیز در این اشتراک کرده بودن. ما در این رابطه یک گزارش مفصل را تهیه کردیم که او را با هم میشنویم. جنرال جوزف دانفورد، معاون نیروهای بحری امریکا به عوض جنرال جان آلن به حیث قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، طی مراسم خاص کار خویش را آغاز نمود. جنرال دانفورد آخرین قماندان نیروهای جنگی نیروهای ISAF در افغانستان خواهد بود که در بهار امسال نیروهای افغان مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای خارجی تسلیم می‌شوند و در سال 2014 روند خروج نیروهای ISAF از افغانستان نیز تکمیل می‌گردد. قماندان جدید نیروهای بین‌المللی در افغانستان در مراسم انتقال گفت امروز روز تبدیلی نیست، بلکه روز ادامه کار است. برای حمایت از مردم افغانستان به کمپین خیش ادامه می دهد. چیزی که تغییر نکرده آن تعهد ما برای تکمیل شدن ماموریت ما در افغانستان می باشد. جنرال جان آلن از جولای سال 2011 ماموریت رهبری نیروهای خارجی را در افغانستان به عهده گرفته بود. در طی 19 ماه وظیفه‌اش افغانستان حمایت‌های کنفرانس شیکاگو، توکیو، انتقال محابس برای جانب افغان و گذاری مسئولیت‌های امنیتی در بهار آینده به نیروهای افغان، وارد شدن انتقال مسئولیت‌های امنیتی به چهارمین مرحله از رویدادهای مهمی است که در دوره کاری‌اش در افغانستان صورت گرفت. جنرال جان آلن به آینده افغانستان خوشبین است و به این باور است که بار دیگر افغانستان به پناهگاه امنی توریستان مبدل نخواهد شد و حمایت 50 کشور عضو ISAF از افغانستان ادامه خواهد داشت.